تراسی بالان موشه مراشای ردی عقا سیمان 586 قوانین شفار روششانا. شفار روششانا میسواش اینه که شاخه قوچ باشه و به شکل خمیده باشه و به دیعوت همه شفارا مثل شفاری که از شاخ بوز کویی میگیرن یا بوز معمولی کاشر هستن و ترجن این است که شفار حالت خمیدگی و پیچش داشته باشه. این با ارزش از شفار صافه به جز شاخ گاو که اون پاسول برصورت. اندازه شفار حداقل 1 طفه است، یعنی حداقل 8 تا 10 سانته و هستن که شکو میدن که شفار طولش 3 طفه باشه در واقع 24 تا 30 سانت و خوبه که چشم و حداقل همون حالتی که گفتیم حداقل 1 طفه است و تعجن اینه که از این ور دستش اون ور دستش دیده بشه. در 12 سانتی حداقل اندازه نمره قبولی هست. حالا اگه بلندتر بود 3 طفه که فبا و در جایی که شفار دختیار نگه مگر فقط 1 طفه هم گفتیم با همون میتونه انجام وظیفه بکنه. این اینلو شفار اگر شفاری در اختیار نداره مگر شفاری که کمتر از 8 سانته، چون دیگه این اندازه که ضروری است برای شفار کوچکتره و شفار دیگه در دسترس نیست، شفار بزنه ولی بدون برخا که شک برخا رو سبک میگیریم. صدای خود شفار خیلی اهمیت نداره که صدای بم هست، صدای زیره، همین که صدای به گوش میرسه که حالت تقیا نواختن یکسان داره یا ترواز یا موارد دیگه قابل قبوله. اما اینکه حالت بعضی وقتا فقط صدای سوت و جیغ کشیدنی هست اون فایده نداره. کسانی که میان تصویری میکشن روی شفار رو رنگ میکنن که زیبا بکنن این شکل رو، کار خوبی انجام نمیدن که بعض وقتا این باعث تغییر صدای شفار میشه، صدای طبیعیش، و شفار از اون حالت کاشر بودنش خارج کرده. اما اگه فقط میاد روی شفار یه شکلی تصویر رو میتراشه بدون رنگ اضافه چیزی کاشره، چرا که حتی اگر بیان شفار از داخل یا از بیرون کاملا بتراشن که نازک مثل یک کاغذی هم بشه، شاید که سوراخ نشده ترک بر نداشته، کاشره. شفاری که در عرضش یعنی محیط دور تا دورش ترک برداشته، اگر این ترکه و شکافه اکثر محیطش رو در بر نمیگیره کاشره، و اگر اکثریت میشه از جایی که دهان رو قرار میده تا اون شکافه اگر یه تفه هست خب میزان شفار کاشر رو داره و کاشر و اگر نه پاسوله. اگر ترک برداشته در طول شفار، اونجا هم برمیگرده که اگر اکثریت طول ترک برداشته باسوله، میشه با شرایط خودمون رو که از شفاره با سوهان زد تراشید با چسب قاطی کرد که از جنس خودش باشه و به این شکل چسبون در کاشر میشه. یه جزئیات دیگه علاقه داره که بیشتر با بوده توقعه است، کسی که شفار میزنه که دقت بکنه. خلاصه میکنیم اگه اضافه کرد به شفار چه از نوع خودش چه غیر نوع خودش پاسوله، با وجود که حتی ابتدا اندازه اولیه رو داشته، اگر میخواد که صدای شفار زیباتر باشه میتونه مثلا از قبل آب داخلش بریزه یا حتی روز یوم تو روششان یا یعین بریزه، کمک میکنه که صدای شفار گوشنواستر باشه. اما اینکه با ادرار حتی تو ایام هفتش هم آسوه، به خاطر اینکه این بی احترامی به میسوا محسوب میشه و کار درست و صحیح نیست. اگر شفاره خیلی بلند بود اومد کوتاهش کرد، به شرطی که اون شیوره تقیا که گفتیم حداقل 8 سانت 10 سانت باقی مونده، کاشره. اما اگر از شکل اولیه‌اش تغییرش داد، سر و تهش کرد یا حالت دیگه تو آبجوش میزنی کار انجام میده، اون شکلی پاسول میشه. آسوره که انسان خارج بشه، خارج از محدوده شعبات، یعنی از آخرین خونه شهر، یا اگه شهر حصار داره حدود الپایم اما 960 متر 1 کیلومتر از خارج بشه، به خاطر که شفار به دست بیاره، همینطور هیچ کار ایسوری که از درخت بالا بره
یا چوفا رو ببره، اینا هیچ کدوم مجاز نیست. اما اگر غیر یهودی برای انسان انجام داد در جایی که شفار در دسترس نیست، رفت شفار از خارج از توم آورد، میشه رو برخا گفت و شفار زد. حتی اگر فرد یهودی اومد خلاف کرد، عدول کرد، شفار رو روز روششانا برید یا اصلاحش کرد، تیغونش داد، در مواردی که ایسور ربانانه یا ایسور تورایی هست، درسته که اون فرد کار ایسور انجام داده و مستوجب جریمه است، اما خود شفاره پاسور نشده و میشه روی شفاره برخا گفت و نباخ. توقیه خود نوازنده ای که الان مثلا سرما خورده، گوشش گرفته، خودش نمیشنوه، با این حال وقتی که به درستی مینوازه و دیگران میشنوند، دیگران از جلو خوبا خارج شدن. کل روز کاشر برای نواختن شفار از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، همونطور که پاسو گفته یوم تروعا یه لاخم، روز نواختن برای باشه برای شما و از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب هیچ بحثی درش نیست که این کاملا روزه. و بدیعود اگر شفار زد از زمان سپیده صبح که هوا رو به روشنی میره اما هنوز آفتاب خودش خورشید دیده نمیشه، در بند از 72 دقیقه به شازمانی ها از قبل از طلوع آفتاب، به دیعود انجام وظیفه کرده. و چیزی که بعضی ها راست دارن که همه اون 30 تا نواختن های اولیه شفار رو همراه با طلوع آفتاب میزنن قبل از تفیلا، که میگن به این شکل ساتان رو مشوش بکنن، کار خوبی انجام نمیدن، بلکه اصل مطابق همون تیغونیه که وجود داره که انسان ابتدا تفیلای شهری تو بخونه، تورا بخونه، بعد برخا گفته بشه و شفارها نواخته بشه. جماعتی که به شفار دسترسی نداشتن برای که شفار بزد در دروششانا، گفتی کل روز فرصت هست و حتی اگر تا غروب آفتاب هم شفار دستشون نرسید، تو فاصله بین غروب تا صدک و خاویم به نشه ما شد شفاری به دست آوردن، در اون زمان هم باز براخا میگن و شفار رو میزنن. نکته آخر، اگر شفار زد تقیعا که صدای یک نوا و ساده از تروعا که بالا ارزشه، بعد دوباره تروعا رو تکرار کرد و تقیعا، کسی که میشنوه از ید خواه خارج شده، نه اینکه حالا چون یه دونه اضافه این وزد تروعا نواخته شده حفظه شده باشه. و خود نوازنده خودش هستن که میگن که لازمه که برگرده اون بند رو دوباره بعدا برای خودش تکرار بکنه که طبق نظر همه از یاد خواه خارج شده. و همین خاطر بعض وقتا اگر توقیه هم یاد بنوازه، حالا تروهاش خوب در نمیاد، دوباره مینوازه، برای حداقل شنونده ها هیچ ممنوعیت و ایرادی ایجاد نشد.